از فرصت‌های بسیار مهم که در مقابلش هم یک غول بسیار مهم وجود دارد که اگر توجه نکنه اون میاد بر انسان غلبه پیدا میکنه، فرصت جوانیه که در مقابلش یک تهدید بسیار مهم قرار داده به نام غفلت. و بسیار جوان میبینی دنبال یک محمل میگرده. برای چی؟ برای اینکه این فرصت رو یه جوری توجیه بکنه اگر نتونسته ازش استفاده بکنه. من امروز به یه آقایی زنگ زدم، صحبت کردم باش، گفتم که کجایی؟ گفت فلان جام. گفتم اگه روزه نمیگیری؟ گفت حالا وقت هست، الانم که مسافریم. گفتم باید جوری برنامه ریزی بکنی که استفاده حد اکثری ببری، غفلت عارض میشه. کی گفته جوان باید اختصاص بده زمانش رو به خور و خواب و خشم و شهوت؟ این چه تلقی غلطیه. فرصتی که در جوانی وجود دارد، این فرصت در میانسالی و کهنسالی مطلقا وجود ندارد. تعریفی که از جوانی به ما ارائه شده تعریف درستی نیست. جوانی که میتواند از فرصت جوانی استفاده بکنه در ظرف زمانی 15 تا 29 سالگیه. طبق روایت 30 تا 40 سالگی میانسالیه، 40 به بالا دوران شیخوخیت و پیری انسان فرا میرسه و هر کی هم تونسته از عمرش بهره ببره تو این ظرف زمانی تونسته یک برنامه جامع و کامل و هدفمند برای خودش تعریف بکنه. برنامه جامع و کامل و هدفمند بر اساس برنامه نظم در زندگی حاکم می شود. باز متاسفانه ما اینو تو زندگی جوانا الان زیاد داریم می بینیم، بی انضباطی و شلختگی در زندگی، و این بسیار آفت بدیه. نظم و انضباط هم در کار، در پوشش، تو اتاق، هر چی، نظم و انضباط خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. و اون به برکت برنامه در زندگی انسان نظم حاکم میشه و از رهگذر نظم اراده در وجود انسان شکل میگیرد و به برکت اراده است که انسان میتواند به اهدافش برسه. اگر جوان در جوانی تو این فرمول قدم برداره، اولا بداند که فرصت است، ثانیا نسبت به تهدید مقابل که اون غفلته توجه بکنه، عمرش رو به بتالت نگذرونه، نسبت به ثانیه به ثانیه عمرش دقت بکنه. ما باورمون نمیشد که بتونیم تو 3 روز اعتکاف یا 2 روز و نصفی اعتکاف بتونیم یه ختم قرآن بکنیم. الان خیلی راحت میشه از این فرصت استفاده کرد، چرا که جوان دارای 2 ویژگی ممتازی است و در این ظرف زمانی است 15 تا 29 سال غفلت رو مراقب باشیم. برنامه‌ریزی در زندگی، بعد یک عمر آدم میتونه از این بهره ببره و استفاده بکنه. این فرصت جوانی فرصت بسیار مهمی است.